در سالهای اخیر اجرای اعدامهای خیابانی بخشی از سیاست حاکمیت ایران برای ترساندن جامعه از بزهکاری یا مخالفت با سیاستهای رژیم اجرا می شود. چون این به نظر می رسد که عکس‌العمل افکار عمومی نسبت به این مجازات بسیار پیچیده است. به وضوح چون این می نماید که مجازات اعدام از لحاظ خصوصیت به تمایلات قدیمی حس انتقام جویی که پایه و اساس اولیه مجازات است مربوط باشد. در مواردی نیز پیش آمده که جمعیتی چند هزار نفری در ساعتهای اولیه صبح به دیدن جان دادن انسان دیگر رفتند. در دو سال اخیر اعدام در ملأ عام و در مراکز پرجمعیت شهرها زیاد شده و این اقدام با استقبال تعداد زیادی از شهروندان روبرو شده است. آیا می توان چنین برداشت کرد که جامعه خواهان اجرای چنین مجازاتی است؟ ببینید، اولا بین پیامدهای کوتاه مدت و دراز مدت تولید وحشت باید تفکیک قائل شد. به یک معنی همه مجازات ها نوعی به قصد بازدارندگی هست، فقط هم به قصد تربیت نیست، به قصد بازدارندگی هم هست. این درسته، این بحث که مجازات میتونه با تولید وحشت نوعی جنبه بازدارنده داشته باشه، اما اولا باید بین پیامدهای کوتاه مدت و پیامدهای دراز مدت بازدارندگی تفکیک قائل شد. مجازات اعدام کوتاه مدت میتونه بازدارنده باشه، تولید وحشت کنه، ولی دراز مدت اشاره من این بود که این نقش رو نداره. نه فقط حالا غیر انسانی و غیر عادلانه و غیر است، حتی از لحاظ افکت یا پیامد اعدام، ببینید جامعه وقتی واکسینه بشه به خشونت یه طور دیگه با مسئله روبرو میشه. شمایی که مثلا در کشور آلمان و سوئد روبرو مثلا زندگی میکنید، اگر ببینید به یک مثلا حیوانی به حقوقش تجاوز بشه، به یک سگی لگد بزنن، فوراً واکنش نشون میدید، چون در این جامعه با استانداردی سر و کار دارید که ابتدایی ترین حقوق حتی حیوانات هم باید رعایت بشه. ولی فرض کنید در جامعه نظیر هند، ایران یا کشورهای دیگه که سگ‌کشی هم میکنن، و حتی کودک هم یاد میگیره که ادای سهم کنه در این سگ‌کشی. بنابراین در جامعه‌ای که خشونت نهادی نمیشه، مجازات اعدام به یک عرف روزمره تبدیل میشه، یعنی به بخش از فرهنگ اجتماع تبدیل میشه، در دراز مدت قدرت بازدارندگی و تولید وحشتش رو از دست میده و برعکس جامعه رو واکسینه میکنه در برابر این امر. از این نظر باید بازم تاکید بکنم که اگر ما به پیامدهای کوتاه مدت ماجرا میاندیشیم، آره مجازات اعدام میتونه جنبه های بازدارنده ای داشته باشه. هیچ در واقع سندی وجود نداره که نشون بده مجازات اعدام منجر به اصلاح جامعه میشه. این رو در کشورهایی مثل ایالات متحده تحقیقات وجود داشته که مقایسه کردند ایالت هایی که حکم اعدام رو اجرا می کنند و ایالت هایی که نمی کنند، و دیدن که در جاهایی که حکم اعدام اجرا نمیشه میزان جرائم خشن هم پایین تره، ولی تأثیری که اعدام داره ایجاد رعب و وحشته، و به نظر من هدف اعدام هم اصلاح جامعه نیست. من فکر نمی کنم که کشوری باشه که واقعا فکر کنه با اعدام داره جامعه رو اصلاح میکنه. تمام مقایسه های جرم شناسانه در تمام دنیا نشون میده در دراز مدت مجازات اعدام جنبه تولید وحشت بازدارنده عبرت آموزش رو برای جامعه از دست میده، جامعه در برابر اون عادی میشه. مثل همین که تو ایران نگاه بکنیم، امروز مردم تو کوچه خیابون حتی وقتی با چاقو به هم حمله میکنن، باقی شانه بالا میندازن، تماشا میکنن. این به دلیل اینکه جامعه واکسینه شده در برابر خشونت. از این نظر از قضا برای اینکه مخوف بودن جرم قتل به رسمیت شناخته بشه، معلوم میشه که این کار چقدر قبیحه، در واقع باید مجازات اعدام لغو بشه. شما اگه مجازات اعدام رو داشته باشید، یعنی قطع اشکال نداره به شرطی که دولت اون کار رو انجام بده، و خب همونطور گفتم اون جنبه تأثیر گذارش نداره. یک نکته دیگر هم باید اشاره بکنم
راستش هیچ قاتلی هنگام هیچ بزهکاری هنگام بزهکاری به نتایجش نمیاندیشه. اگر قرار بود همه بزهکارا میفهمیدن که دستگیر بشن مثلا حبس ابد میشن، یا اگه آدم بکشن اعدام میشن، یا هر جرمی بکنن سر از زندان در میان، خب خیلی از این بزهکاری ها صورت نمیگرفت. اساسا آنچه که فرد رو به بزهکاری وامی داره در درجه اول ناهنجاری های اجتماعی، مشکلات اجتماعی، فقر، بیکاری، سرکوب و ناملایمات است که شوربختانه جامعه به جای اینکه هنگام رویارویی با بزهکاری به خودش نگاه کنه چه کمبودهایی در جامعه بزهکاری رو افزایش میده، ساده ترین راه رو پیدا میکنه، به اصطلاح بزهکار رو مجازات میکنه، با اشد مجازات و یا تشدید مجازات سعی میکنه گریبان جامعه رو از معضلاتی که خودش نقش داشته وا بکنه، و گویا اگر قربانی رو نابود اگر قاتل یا مجرم رو نابودش بکنیم جرم برچیده میشه. همونطور که گفتم هیچ سند و هیچ پژوهشی نشانگر این نیستش که با نابود کردن مجرم به اصطلاح جرم از بین میره، بلکه یک دو جین مجرم های جدید زاییده میشن، فرزند همان مجرم، برادر همان مجرم، خواهرش، خانوادش و خویشاوندانش که میتونن در واقع تحت خشم و یا به قصد انتقام گیری همون جرم رو تازه ابعاد گسترده تری ببخشن. به این ترتیب میتونم به صراحت بگم مجازات اعدام تنها جنبه‌ای که داره میتونه در دراز مدت فقط جرایم رو بیشتر بکنه. توقف به هیچ وجه خصلت عبرت آموزی برای افکار عمومی جامعه نداره، کمون که کشورهایی که مجازات اعدام دارن جرما در اون پایین نیومده، و برعکس کشورهایی رو ما میبینیم توشون کم در این به اصطلاح جرما هست که مجازات اعدام در اونجا وجود نداره، از جمله کشورهای اسکاندیناوی یا آلمان یا کشورهای دیگر. اگر درست بود امروز باید جمهوری اسلامی بهش نبریم بود، امروز باید در ایران جرمی اتفاق نمی‌افتاد، برای که در طول این 35 سال گذشته میزان اعدامی که در ایران شده به صلاح از شاید از تمام دنیا بیشتر بوده، ولی می‌بینیم که مرتب اعدام میکنن، مرتب جرم‌های جدید اتفاق میفته، جنایات جدید اتفاق میفته. اصلا این احمقانه ترین تصور این است که ما بتونیم با مجازات زمینه‌های جرم رو برطرف بکنیم. زمینه‌های جرم رو با تغییر شرایط اجتماعی باید برطرف کرد. شما وقتی که در یه جامعه فقر و گرسنگی و بیکاری و بیچشم‌اندازی وجود داره، جوان‌ها به اعتیاد رو میکنن، خیلی طبیعیه، برای فرار از سرنوشت دردناکی که دارن میرن به سمت اعتیاد، یا اونی که نداره داره از گرسنگی رنج میبره میره دزدی میکنه، موقع دزدی کردن ممکنه از ترس یکی رو حتی بکشه. کسی که فرض کن برای دزدی وارد خونه شده، موقعی که احساس میکنه میخوان بگیرنش، اتفاقا اونجا ترس از اعدام باعث میشه که این دست به جنایت بزنه، برای که میدونه اگه بگیرنش اعدامش میکنن، میگه خب من دیگه اونجا اصلا عقلش کار نمیکنه، میخواد خودش رو نجات بده یکی رو میکشه، در حالی که اگه بدون قانونی وجود داره و این خود میره نهایتا حبسش رو میکشه و شرایطی ایجاد میشه که از این بدبختی بیاد بیرون، دلیلی نداره، تسلیم میکنه خودش رو. کی گفته که مجازات اعدام باعث میشه که بترسن آدم ها کاری نکنن؟ عرض کردم اگر قرار بود این نظریه درست باشه، امروز باید در ایران سالی یه دونه جرم هم اتفاق نمیافتاد، چون خیلی اعدام کردن اینها تو این 35 سال گذشته. جامعه به نظر من میبایستی در مقابل اعدام به عنوان جواز قتل دولتی عکس العمل نشون بده و جلوش بایسته و حواسمون باشه که به ویژه اعدامهای خیابونی، به ویژه اعدامهایی که تو ملأ عام صورت گرفته تو این سالها، چقدر در واقع خشونت و پذیرش بیهوقی، بیارزش شدن جون انسان رو چقدر میاره تو خیابون، میاره تو افکار و عادی میکنه. تا 5 دقیقه پیش آدمی زنده است، بعد میکشنش، تنابه دارو میکشن بالا،
5 دقیقه بعد الله اکبر گویان جسد کشته میشه پایین و تموم شد و رفت. در واقع شما با یه صحنه ای روبرو میشین که واقعی نیست. اون آدم زندگی میکرده، کسایی دوستش داشتن، خانواده داشته، کسایی هستن که بعد از این که جسد آورده شد پایین و رفت در غم این آدم گریه میکنن و شما باید پاسخ بدین چی شد که این اتفاق افتاد. متاسفانه ما تو جامعه ایران وقتی اعدامیه که چند وقت پیش توی کرج رخ داد و یادمه که یه نفر که با چاقوی ورزشکاری و توی یک دعوای شخصی و طبق ادعای خودش تصادفاً به قتل رسونده بود، بهشیک به عنوان قاتل به اصطلاح قصاص شد. 15,000 نفر 5 صبح رفتن برای دیدار این صحنه قتل. و بعضیشون تخمه بردن که زمان تا وقوع اعدام رو بتونن در واقع سپری کنن. شما در بسیاری از صحنه‌های اعدام می‌بینین که مردم خیلی عادی موبایلاشون رو دروردن دارن فیلم می‌گیرن. اینا فیلم نمی‌گیرن برای اینکه صحنه خشونت رو ثبت بکنن و مستند کنن. اینا دارن فیلم می‌گیرن برای اینکه اون صحنه خشونت رو ضبط بکنن و تکرارش بکنن. در واقع متأسفانه لذتی که در این نوع از مجازات تو جامعه جمهوری اسلامی ایجاد کرده، در عین اینکه رعب و وحشت ایجاد میکنه، بدیهی است. هر خشونت حادی به ناظران در واقع یه خشونت غیر مستقیم اعمال میکنه، بهشون میگه که حواستون باشه، میتونه فرد شامل شما بشه. ولی جالبه که جامعه این رو نمیبینه. اعدام و اشتباهات قضایی به گفته مخالفان مجازات اعدام در صدور حکم خطای قضایی را اجتناب ناپذیر و احتمال اشتباه را بالا برده است. این امکان می تواند به علت شهادت غیر واقعی شهود یا مستندات متقلبانه و ساختگی یا نادرستی نظریه کارشناسان و از این قبیل باشد. در صورت اعمال مجازات اعدام و سپس کشف این اشتباهات، بدون تردید راهی برای جبران آن نیست و این نمونه است از بی‌عدالتی در جامعه. مخالفان اعدام میگویند که این مجازات اثری در ارعاب و عبرت دیگران یا به اصطلاح پیشگیری عمومی ندارد. اعتبار و ارزش تربیتی و تأثیر واقعی زدودن جرم از جامعه از این طریق، یعنی چه توسط اجرای اعدام و چه سایر مجازات ها به صورتی که در فرمول مونتن نگاشته شده، به طور یقین هرگز به ثبوت نرسیده است. بعقیده پروفسور لوته، مونتن با این فرمول اصل اثر بخشی اعدام را بیان می کند، در حالی که آمارهای به دست آمده و بررسی های روانشناسی این فرمول را به طور مطلق موجه نمی کند. خیلی اعدام و نوع پیشگیری از ارتکاب جرم برای دیگران میدونن، یعنی آینه عبرت میدونن. آمار کشورهایی که اعدام درشون وجود نداره به هیچ وجه از نظر ارتکاب جرم بالاتر از کشورهایی که اعدام دارن نیست. ایران که رکورددار اعدام در جهان بعد چین و اگر ما با نسبیت جمعیت حساب کنیم در مقام اوله، ارتکاب انواع جرم ها خیلی بیشتر از هر کشور اروپایی یا هر کشور آسیایی که اعدامو حذف کردن. از غمکشی و زورگویی و دزدی و قاچاق مواد مخدر، و ایران بزرگترین یک از صدر لیست مصرف کنندگان مواد مخدر تو ایران و قاچاق مخدر تو ایرانه و کسان رو اعدام کردن که 5 گرم 10 گرم مواد مخدر داشته، یا اصلا مصرف کننده بوده، قاچاقچی هم نبوده و اگر قاچاقچی بوده پایین ترین سطحش بوده. بالاترین سطحش رو کاری ندارن، پایینش رو گرفتن، خب نمیشه جلوی مواد مخدر گرفت. بنابراین اعدام نمیتونه جلوی ارتکاب جرمی رو بگیره. آمار نشون میدن، مسئله عقیده نیست، مسئله آماره. به نظر من اشتباه بزرگ جامعه بشری است. جامعه بشری در طول تاریخ از اعدام استفاده کرده و همیشه هم بهانه این بوده یا توجیه این بوده که این کار برای عبرت دیگران لازمه و مجازات رو کم میکنه. ولی در دنیای مدرن که مطالعات تجربی داده انجام شده، هیچ جا هیچ سندی
مدرکی مطالعه‌ای وجود نداره که نشون بده که مجازات اعدام در کاهش جرم سهم داشته. در کشورهای زیادی الان مجازات اعدام لغو شده. در این کشورها نه تنها جرم افزایش پیدا نکرده، بلکه در بعضی جاها کاهش هم پیدا کرده و متقابلا کشورهایی که اعدام را اعمال می‌کنند بسیاری در این کشورها سطح جرم و جنایت بالاتر رفته. بنابراین هیچ رابطه مستقیمی برای اینکه ثابت کنیم و نشون بدیم که اعدام در کاهش جرایم سهم داشته وجود نداره و هنوز جایی دیده نشده. ایران چندین برابر چین در عرض 36 سال گذشته اعدام کرده. تعداد زندان، خب بالاخره اگه اعدام کرده مردم بترسن دیگه این کارا رو نکنن دیگه. ها؟ چرا روز به روز تعداد زندانی که ابتدای اوائل سالهای اول انقلاب 17,000 تا 35,000 تا بوده الان رسیده به 250,000 تا؟ پس بنابراین با سرکوبی نه در جمهوری اسلامی، نه در حکومت پولپوت، نه در حکومت عرض کنم که بشار اسد یا حکومت مالکی در عراق عرض کنم مسئله مبارزه با جرائم حل و فصل نمیشه. جرائم رو با تربیت جامعه، تنها تربیت هم کافی نیست، با تقویت حیات اقتصادی مردم. درست بگم آمریکا بزرگترین کشور روی زمین از جهت اقتدار اقتصادی، 17,000 میلیارد دلار، شاید یه خورده بیشتر در سال تولید سرانه ملی داره، ولی میبینیم که سیاه‌پوستا تعدادشون تو زندان‌ها بیشتر از سفید پوست هاست، در حالی که مثلا اینا 12-13% بیشتر جمعیت ندارن. تعداد زندانیان سیاه‌پوست از تعداد دانشجویان سیاه‌پوست بیشتره. اعدام، حالا چند کشور در دنیا هستند که بالاترین میزان اعدام رو دارند؟ برای مثال در بیش از 80% تمام اعدام ها در 4 کشور صورت میگیره در تمام دنیا، که ایران یکی از این کشورهاست: چین، عراق، عربستان سعودی، ایالات متحده. ولی تا اونجایی که در واقع تحقیقات نشون داده، اگه از ایالات متحده فعلا صرف نظر بکنیم به خاطر اینکه خب سیستمش فرق میکنه، در واقع دولت نیست که تصمیم میگیره، بلکه ایالت های مشخص هست. ولی من فکر میکنم که در کشوری مثل ایران، مثل چین، مثل عراق، مثل عربستان از اعدام برای کنترل مردم استفاده میکنند، نه برای مبارزه با جرم. به مواد مخدر مثلا میتونیم توجه کنیم که در ایران 30 ساله که به اتهام مواد مخدر مردم اعدام میشن و این قوانین در چند سال اخیر شدیدتر هم شده، ولی میبینیم که نه تنها میزان قاچاق مواد مخدر کمتر نشده بلکه بیشتر شده، نه تنها تعداد کسانی که معتاد هستند پایین نرفته بلکه بالا هم رفته در این، اگه نگاه کنیم به این 20 سال گذشته. به همین دلیل و این رو مسئولین هم میدونند. بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند، به ویژه کشورهای اسکاندیناوی، اتریش و برخی از کشورهای آمریکای لاتین، نوشتند که به هیچ وجه مسلم نیست که مجازات اعدام نتیجه تهدید کننده‌ای داشته باشد. حتی بعضی از کشورهایی که مجازات اعدام را هنوز قانونی می‌شناسند، در مورد جنبه ترساننده آن تردید دارند. از آن جمله کشورهای اسپانیا، یونان، ترکیه و خصوصاً انگلیس و تا حدی ژاپن را می‌توان به عنوان مثال نام برد. همونطور که اولین اعدام‌هایی که توی مدرسه رفاه شد، در پشتبام مدرسه رفاه و هویدا بود، به اصطلاح اولین سری نصیری و اینا بودن، اولین سری وابستگان رژیم شاه بدون حق دفاع، بدون داشتن وکیل، بدون دادگاه به اصطلاح منصفانه اعدام شدن و عکسای جسدشون توی روزنامه ها چاپ شد تو اون دوره و نیروهای اپوزیسیون یا دیگر نیروها اعتراض نکردن.
و بعدا یقه خودشون رو هم گرفت و ما با سال 67 روبرو هستیم که هزاران زندانی سیاسی که برخن دوران زندانشون هم سپری شده بود به در واقع تنابای دار سپرده میشن و بدون هیچ محاکمه، بدون حق داشتن هر گونه دفاعی، حتی جسداشون هم به خانواده تحویل داده نمیشه و در گروه های دست جمعی به خاک سپرده میشن. تداوم اون اعدام اولیه هست که بالای پشتبون مدرسه رفاه شد. برای همین من فکر میکنم که وقتی ما میگیم از باید با اعدام مخالفت کرد، بستر این نیست که ما از یک در واقع جرمی دفاع میکنیم. یعنی وقتی ما با اعدام قاچاقچیان مخالفت میکنیم، بحث این نیست که ما مدافع قاچاق مواد مخدر هستیم به هیچ وجه، بلکه میبایست قبل از این که، و معمولا هم اینجوریه که قاچاقچی‌های کوچیک گرفته میشن دیگه، و الا تنها مواد مخدر چجوری وارد ایران میشه؟ یا قاچاقچی کوچیکی که تو تهران میگیرنش و قادر نیست اون یک کیلوشو حفظ کنه، این همه تن قاچاق رو چجوری از مرز وارد کرده؟ حکومت‌ها از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت و کنترل استفاده می‌کنند. سازمان حقوق بشر یک مطالعه داشت که به زودی هم قسمت‌هایی ازش منتشر میشه در مورد ربط اعدام‌ها و رویدادهای سیاسی در 10 سال گذشته. ما می‌بینیم که هرچند که اتهام به کسانی که اعدام میشن اغلب اتهام‌هایی مثل قاچاق مواد مخدر یا قتل یا تجاوز هست، ولی زمانبندی این اعدام‌ها با رویدادهای سیاسی ربط مستقیم داره. برای مثال وقتی که در ایام انتخابات ما به 4 دوره انتخابات مختلف نگاه کردیم، قبل از انتخابات حدود 2 هفته ما تقریبا هیچ اعدامی نداریم، انتخابات مجلس هم همین شکل، ولی وقتی که انتظار اعتراض میره مثل سالگرد قیام دانشجویی برای مثال، میبینیم که تعداد اعدام‌ها قبل از اون بالا میره هر سال. یا یعنی اینکه اگر در قسمتی از کشور ناآرامی یا اعتراضی باشه، مثلا حالا در خوزستان ما دیدیم، در بلوچستان دیدیم، در تهران دیدیم سال 2007 وقتی که اعتراض شد و مردم به خاطر بالا رفتن قیمت بنزین در واقع اعتراض هایی شد در تهران، هفته بعدش تعداد خیلی زیادی مجرم اعدام شدند. و من فکر میکنم که این ارتباط معنیدار بین رویدادهای سیاسی و اعدام نشون میده که هرچند که اتهام افراد سیاسی نیست، ولی دلیل اعدام ها میتونه سیاسی باشه. در واقع ما با این روبرو هستیم که دولت در وقوع یه سری جرائم خودش دخیل هست و در این حال برای اینکه وحشت تو جامعه ایجاد کنه، در این حال برای اینکه در واقع نشون بده که مراقب هست و وظایف خودش رو عمل میکنه، هر از چنگایی ما با چنین اعدام‌هایی روبرو هستیم. در عین اینکه من همینجا بگم، مثلا در رابطه با اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، خب دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر هم از سازمان‌های جهانی پول میگیره. شاید این رو خیلی‌ها ندونن، یک در واقع سالانه بودجه معینی رو دولت ایران به دلیل موقعیت جغرافیاییش نسبت به افغانستان میگیره که اجازه در واقع خروج و ورود به اصطلاح کالای قاچاق مواد مخدر رو به ترکیه و از اون طریق به اروپا نده، در و اجازه نده که تو خود داخل ایران این تولید و خارج بشه. خب دولت ایران با این پول چیکار میکنه؟ آیا کلینیک ها یا درمانگاه هایی رو گوشه که جلوی معتادین رو بگیره و اینا رو برگردونه به زندگی عادی؟ آیا آموزش های کافی رو سعی کرده توی جامعه تبلیغ بکنه برای جلوگیری از
اعتیاد، آیا کار برای این جوان‌ها و تصویری از آینده پرسپکتیوی ایجاد کرده براشون؟ با این پول تنها کاری که کرده زندان‌هاشو گسترش داده و دستگاه به اصطلاح سرکوب پلیس رو گسترش داده تا بتونه صرفاً دستگیر کنه و اعدام. در واقع نمایش اعدام نمایش قدرت دولت هست در مقابله با مواد مخدر، در صورتی که واقعیت اینه که قدرت دولتی عملاً از این اعتیاد به مواد مخدر و عدم توانایی این بخش وسیع جوانان جامعه برای اینکه خودش رو متشکل بکنه، آگاه بشه، در مقابل این سیاست‌ها بیسته سود می‌بره. بیش از نزدیک به 6 میلیون معتاد، در واقع یعنی 6 میلیون انسان بی‌ضرر تو این جامعه برای دولت. این هستش که من فکر می‌کنم که ما الان با اعدام فقط قاچاقچیان مواد مخدر یا مجرمین مثل قاتلین یا غیره روبرو نیستیم. ما وقتی اعدام جا میفته تو جامعه و علیهش اعتراضی نمیشه، بعد با اعدام فرزاد کمانگر هم روبرو میشیم، معلمی که توی روستای کردستان تدریس میکنه به واسطه اینکه مخالف دولت و سیاست دولت مرکزی هست دستگیر میشه و تو سن جوانی اعدام میشه. ما با اعدام شیرین علم‌هولی هم روبرو میشیم، دختری که به دلیل اینکه فعالیت کاملا به اصطلاح تا جایی که به درک ما از فعالیت سیاسی برمیگرده فعالیت در واقع مشروعی داره، حق آزادی بیانش رو استفاده کرده و اعدام میشه. ما به اعدام علی صارمی روبرو هستیم، زندانی دهه 60 هست، میره خاوران و جزء کسایی است که به هر شکل به دلیل وابستگی به جریان سیاسی معین همچنان این روابط عاطفیش رو حفظ کرده و بعد از دو دهه که از زندانش میگذره دستگیر میشه و دوباره اعدام میشه. ما با کشتار بعد تو خیابون روبرو میشیم که دولت پاسخگو نیست، ندا و سهراب و بسیاری دیگه که اسمشون متاسفانه هیچگاه مطرح نشد. بعد با کشتن ستار بهشتی توی زندان روبرو میشیم. شما میبینین اعدام فقط این نیست که کسی رو ببرن جلوی جوخه اعدام یا طناب دار دور گردنش بندازن، در واقع دولت حق کشتن رو برای خودش ثبت کرده به اشکال مختلف، تو خیابون بزنه بکشه با باتون یا با ماشین از روی یک معترض و تظاهر کننده رد شه یا بگیره و بعد از یک محاکمه بدون حق دفاع برای موکل سیاسی خودش اعدامش بکنه. در واقع اعدام ابزاری هستش که خشونت دولتی رو تو اوریان ترین شکلش به شما نشون میده، به شما هشدار میده که زندگی و مرگتون دست منه. دولت به شما میگه کجاست مرز شما، از این نباید جلوتر برید و اون مرز جاییست که دولت احساس خطر میکنه. در واقع مرز جاییست که شما حق و حقوق خودتون رو طلب بکنید. به همین دلیل من فکر میکنم که مقابله با مجازات اعدام واقعا یکی از اساسی ترین در واقع وظایف ماست تو وهله کنونی، به ویژه که با سیاست جاری دولت جمهوری اسلامی بایستی نگران اعدام‌های گسترده تر بود، کمان که در 3-4 ماه گذشته ما با بیش از 150 اعدام در جامعه ایران روبرو بودیم. پس از انتشار نظریه بکاریا، طرفداران و مخالفان اعدام مقابل هم قرار گرفتند، به طوری که افکار و عقاید ابراز شده قرن 18 در این زمینه را میتوان به دو بخش متمایز تقسیم کرد. برخی بر محدودیت آن در مورد بعضی جرایم نظر داشتند و برخی دیگر از اساس با این مجازات مخالف بودند و به لغو کامل بدون قید و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدیر نتیجه هر دو نظر تغییراتی بود که نسبت به این مجازات در قوانین جزایی اعم از حذف کامل یا محدودیت اعمال آن در جرایم ایجاد شد و نیز کاهش فوق‌العاده‌ای در اجرای حکم اعدام به علت استفاده رئیس مملکت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد. نظریه بکاریا و سپس عقاید متفکرانی چون ویکتور هوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دلیل مقاومت و ایستادگی کیفرشناسان طرفدار این مجازات از یک سو
و وجود افکار عمومی که عمدتاً با عقیده مخالفان مجازات اعدام هماهنگی نداشت، از سوی دیگر موجب شد تا قبل از قرن بیستم آنچنان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نکند. نظریه بکاریا در مورد لغو مجازات اعدام نخستین بار در حقوق جزای ایتالیا اثر کرد و این مجازات در سال 1786 تا مدتی در این کشور لغو شد.